خوش آمدید به دوره بهینه‌سازی سایت در موتورهای جستجو. در این فیلم ما قصد داریم تا شما رو با دوره آموزشی SEO Search Engine Optimization بیشتر آشنا کنیم. این دوره در آموزشگاه تحلیل داده به صورت تخصصی برگزار میشه و در پایان دوره دانشجوها قادر هستن تا وبسایت‌هایی که خودشون طراحی کردن، رتبه سایت و تگ های داخلیش رو بهینه کنن تا در موتورهای جستجو در صفحات اول قرار بگیره. خب در نگاه اول این کار بسیار تخصصی شاید به نظر بیاد، اما کم کم که پیش میرید میبینید که با توجه به تجربه میتونید سایت خودتون رو بهتر از قبل سئوش رو انجام بدید. اما درباره سئو باید این رو هم بگیم که هر کسی که میخواد وبسایتی رو به اینترنت داشته باشه و بیزنسی رو به صورت اینترنت مارکتینگ راه اندازی بکنه نیازمند به SEO هست. اما مسائلی که ما میخوایم در این بخش راجبش صحبت کنیم به طور کلی چشم‌انداز در جستجو، موتورهای جستجو چگونه کار میکنند، ایجاد یک سایت مفید و یک میزبان خوب، آنالیز و رفتار کلمات کلیدی، استراتژی ایجاد لینک و شبکه‌های اجتماعی و نفوذ در وب است. که در این بخش ما می‌خوایم چشم‌انداز در جستجوهای اینترنتی رو برای شما کمی راجع بهش صحبت کنیم. همونطور که می‌بینید در این نمودار 100 بیلیون جستجو در ماه صورت میگیره. توی این نمودار همونطور که مشاهده میکنید این 100 بیلیون جستجو از موتورهای جستجویی که در کنار با اون رنگهای مختلف برای شما داریم نمایشش میدیم منشأ گرفته. اولین و بیشترین و محبوب ترین وبسایت وبسایتی است به اسم گوگل که همه با اون آشنا هستیم. بعد از اون یاهو هست، بعد از اون بایدو، مایکروسافت سایت که در واقع همون بینگ هست، ای بی و NHN کورپ. اینها بیشترین در واقع گلوبال سرچ رو در دنیا دارن. اما گلوبال شیر اونها در سرچ ها توی مناطق مختلف در قاره‌های مختلف به این شکله: اروپا، آسیا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و آفریقا و در واقع خواهد. در این نمودار شما می‌بینید که سرچ انجین مارکت شیر در آمریکا رده اول یاهوست. گوگل حجم عظیمی از این مجموعه رو بعد از سال 2006 به خودش اختصاص داده، زمانی که یا گوگل هنوز فعالیت خودش رو به این شکل شروع نکرده بود یاهو رقیب سرسختش بوده. در ابتدا مایکروسافت هم خیلی نسبت به الان قوی تر بود، اما میبینید که الان سهم کمتری رو در بازار داره و رنگ سبز در واقع سیستم های دیگه هستن که ما از اونها اینجا نام نبردیم. تمام این رفرنس ها در سایت کامسکور وجود داره. اولین چیزی که یک کاربر باش برخورد میکنه دوستان سرچ گوگل به طور مثال، نکته اولی که میبینید به دو بخش سیستم رو تقسیم کرده. بخش اول سرچ هایی که به صورت پولی دریافت شده و اونها در صفحه گوگل ظاهر شدن، و در بخش دوم سایت هایی که بهینه شدن. همونطور که میبینید سایت هایی که به صورت پولی و تبلیغات کلیکی هستن 10% کلیک میشن،
اما سایت هایی که بهینه شدن 90% کلیک میشن. شاید از خودمون بپرسیم چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش کاملا واضحه. سئو دیدش بر این اساس هستش که کاربران بیشتر به سایت هایی که بهینه شدن اعتماد میکنن. بنابراین اگر سایت شما بهینه شده باشه، کاربرها به شما اعتماد میکنن و روی سایتتون و روی لینکتون کلیک میکنن. کمتر زمانی اتفاق میفته که کاربرها بر روی سایت هایی که به صورت تبلیغی اسپانسر بودن کلیک بکنن. اما شاید از خودمون بپرسیم موتورهای جستجو چطور کار میکنن؟ دقت کنید به این تصویر. موتورهای جستجو دو کار رو همزمان با هم انجام میدن. یکی کرالینگ یعنی خزیدن و دیگری ایندکسینگ یعنی فهرست کردن. شما اگر وبسایتتون دارای شاخه‌های مختلف و صفحات مختلفی نباشه، موتورهای جستجو شما رو نمی‌بینن و نمیتونن ارتباط بین شما و جای دیگر رو درک کنن. بنابراین با این دید حال میتونیم بگیم که موتورهای جستجو تمام بخش‌های وبسایت شما رو بررسی میکنن و در پایان اون رو مورد تحلیل و تجزیه قرار میدن. اما سوالی که یک موتور جستجو از خودش در رابطه با سایت شما میپرسه اینه که مطالبی که داخل وبسایت شما قرار داره چه ارتباطی داره با اسم دامنه شما. این استاندارد در گوگل وجود داره با این عنوان مطلب که من فکر میکنم که مطالب این دامنه با دامنه ها یا دامنه ها یک مقدار متفاوته. بنابراین مطالب و دامنه بایستی مضمون هماهنگی با هم داشته باشن. یکی دیگه از مسائلی که گوگل به شما نشون میده که در کجا قرار دارید، پیج رنک یا همون رتبه سایته. شما بعد از گذراندن دوره‌های سئو میتونید مطمئن بشید که پیج رنک یا رتبه سایتتون رو بالا بردید و حالا با توجه به اینکه رتبه سایت شما افزایش پیدا کرده، طبیعتاً در صفحات نخستین گوگل خواهید بود.